سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص نحوه استفاده از روش رگرسیون توی دیتا آنالیز اکسل با هم صحبت بکنیم. تو اینجا شما اگه دیتا آنالیز رو نمیبینین، این ادینز رو باید بیاین تو قسمت فایلز آپشنز، توی قسمت ادینز گو رو بزنین، اینجا دوتا چک باکس این آنالیز ها رو بزنین و بعد اوکی کنین که اینجا تو تب دیتا براتون ظاهر بشه. خب رگرسیون یک روشی هستش برای تحلیل همبستگی داده ها. این که من از طریق یک متغیر مثل سن بتونم ببینم که آیا فشار خون تغییر میکنه یا نه. مثلا من میخوام ببینم که تو سن 60 سالگی حدود فشار خون چقدر باید باشه توی انسان ها. اولا که باید فشار خون با سن رابطه داشته باشه که بتونیم این رو انجام بدیم، و اگر رگرسیون خطی داریم انجام میدیم باید این رابطه خطی باشه. خود مبحث رگرسیون یک دوره جداگونه داره که خب موارد زیادی رو توش بحث کردیم و صحبت کردیم که میتونیم به وبسایت ما با آدرس diaco.com مراجعه کنیم و این دوره آموزشی رو توی قسمت دوره‌های آموزشی تجزیه تحلیل داده‌ها مشاهده بکنیم. اما اگر بخوایم به صورت ساده به یه آنالیز رگرسیون داشته باشیم توی اکسل، ما چند تا روش میتونیم داشته باشیم. یکیش استفاده از نمودار هستش، یه نمودار خطی میندازیم، اونجا میریم ترد لاین رگرسیونش رو به صورت خطی انتخاب میکنیم و میندازیم. روش دیگه استفاده از فرمول ها هستش که ما باید بریم تو قسمت فرمول های آماری و اینجا از این فرمول ها استفاده بکنیم، که یکیش فرمول اینترسپت هستش، یکی میتونه فرمول لاینست هستش، فرمول فورکست هستش و خیلی فرمول های دیگه ای داره که میتونیم استفاده کنیم، و فرمول اسلوپ هم واسه به دست آوردن ضریب در واقع رگرسیون هستش. خب یه روش خیلی سادهش واسه این که من سریع بتونم یک آنالیز رگرسیون داشته باشم استفاده از ادینز دیتا آنالیز هستش، که اینجا اگر این رو بزنیم بعد بیایم تو قسمت پوینتر رگرسیون رو انتخاب بکنیم و بعد اوکی کنیم. حالا میگه این ایگرگ هایی که حالا میگه دامنه ایگرگ ها تو واسه من تعیین بکن. ایگرگ ها اونایی هستن که من میخوام پیش بینی یا تجزیه رگرسیون رو روش انجام بدم. من میخوام ببینم که فشار خون در سن های مختلف چطور هستش. به خاطر این رنج فشار خون رو انتخاب میکنم. میتونم از همین اولش تا پایین رو انتخاب بکنم تا آخرین دادهایی که دارم. اما اگر اولی رو انتخاب کردین که الان بلاد پرشر نمیشه و تکس هستش، این سرستون رو باید چک باکس لیبل رو بزنین و اون وقت واسه ایج هم باید این رو انتخاب بکنین، این کار رو انجام بدین. توی اینپوت ایکس هم در واقع دادهای معلوم مربوط به ایج یا سن رو انتخاب میکنم که بر اساس داده سن، بر اساس سنهای مختلف میخوام ببینم که فشار خون به چه صورت هستش. خب بعد از اینکه اینا رو انتخاب کردین، کانفیدنشال لول رتون رو 95% میتونه انتخاب بکنیم واسه اینکه من بتونم برآورد فاصله واسه این ضرایب رگرسیون داشته باشم. اگر میدونین که مقدار در واقع ضریب اول رگرسیون، ضریبی که با خط ایگرگ تقاطع پیدا میکنه، صفر هستش، ما حالا ضریب A و B هم میگیم بهش، A شما صفر هستش، میتونین این چک باکس رو بزنین. اگه نه نمیدونین اصلا ضریب چی هست، این چک باکس رو کاری نداشته باشین. اینجا هم که میگه میخواین گزارشتون رو کجا داشته باشین، که من میگم یه دونه ورکشیت جدید درست کن، اسمش هم خالی میذارم که خودش مینویسه، و بعد میگه چه نتایجی رو میخوای مشاهده کنی. من میخوام باقی مانده ها رو مشاهده بکنم، باقی مانده های استاندارد رو میتونید مشاهده بکنید، این باقی مانده ها جالبه واسه من. میخوام نمودار باقی مانده ها رو داشته باشم، میخوام نموداری که خط رو روش فید کرده داشته باشم، و اینکه میخوام نورمال پرابابیلیتی پلات رو داشته باشم یا نه، که یه نموداری هست که نشون میده آیا این باقی مانده ها به صورت نورمال توزیع شدن یا نه، که حالا واسه موارد پیشرفته تر همین اینا رو چک باکس میکنم و بعد اوکی میکنم. میبینید که یه شیت جدید واسه من ساخته با نمودار و یه سری داده ها اینجا که داده های رگرسیون من هستش. من اینا رو بزرگ میکنم که بشه دیدشون. خب نمودار اول که نمودار مربوط به باقی مانده های من هستش، این نمودار اگر به صورت تصادفی پراکندگی رو نشون بده میگه که
رگرسیونمون خوب بوده یا نه، که میبینیم تقریبا تصادفی هستش و رنج اینا بین منفی تقریبا 60 تا 60 که یه مقدار شاید مثلا این جالب نباشه که انقدر زیاد پراکندگی داره، باید پراکندگیش بیشتر نزدیک صفر باشه. خب نمودارش رو میتونیم ببینیم اینجا، اگر بزرگ بکنم اینجا که اومده خود نقاط رو نشون داده به همراه خط رگرسیون، که اگر خط رو بخواییم کاملا خط ببینیم باید به این قسمت فرمت این خط و بعد اینجا و تو قسمت فرمت سالید لاین رو انتخاب بکنیم و بعد توی مارکرش مارکر اون رو برابر با نان قرار بدیم. حالا مثلا خط رنگ خط رو هم میتونیم تغییر بدیم بکنیم قرمز که بهتر دیده بشه. خب حالا بیایم اینجا واسه جداول اطلاعاتی که به ما دادن رو نگاه بکنیم. اینجا مثلا ضریب همبستگی یا ضریب آر رو میتونیم ببینیم، اینجا آر دو یا ضریب تعیین رو به ما داره نشون میده که اینجا میبینیم که ضریب تعیین 600مه. این ضریب تعیین هر چقدر به یک نزدیکتر باشه نشون دهنده همبستگی بیشتر هستش و خب اینجا میبینیم که زیاد بزرگ نیست و خب شاید یکی از دلایلش همین پراکندگی داده‌های ما باشه که شاید نمونه‌گیری خوبی نداشته بودیم. و میگه چند تا ابزرویشن داشتیم، انحراف خطامون چقدر هستش، استاندارد اررمون چقدر هستش و آره تنظیم شده. خب حالا بیایم اینجا واسه جداول اطلاعاتی که به ما داده رو نگاه بکنیم. اینجا مثلا ضریب همبستگی یا ضریب آر رو میتونیم ببینیم، اینجا آر دو یا ضریب تعیین رو به ما داره نشون میده که اینجا میبینیم که ضریب تعیین 600مه. این ضریب تعیین هر چقدر به یک نزدیکتر باشه نشون دهنده همبستگی بیشتر هستش و خب اینجا میبینیم که زیاد بزرگ نیست و خب شاید یکی از دلایلش همین پراکندگی داده‌های ما باشه که شاید نمونه‌گیری خوبی نداشته بودیم. و میگه چند تا ابزرویشن داشتیم، انحراف خطامون چقدر هستش، استاندارد اررمون چقدر هستش و آره تنظیم شده. آره تنظیم شده واسه مقایسه بین مدل‌های مختلف رگرسیون بهتر هست. میگن اگه من بخوام یه مدلی رو با مدل دیگه رگرسیون رو با این مدل خطی مثلا مقایسه بکنم بهتره که مثلا بر اساس آره تنظیم شده این مقایسه رو انجام بدم. خب بعدش میاد آزمون معنادار بودن رو ایجاد کرده و اندازه‌گیری کرده، اومده درجه آزادی مربوط به رگرسیون و باقی مانده ها رو در نظر گرفته و توتال مشاهدات رو در نظر گرفته. خب این ما در مورد آزمون معنادار بودن کلی صحبت کردیم تو دوره رگرسیونمون، اینجا یه کلی فقط بگیم که مجموعه مربعات مربوط به رگرسیون رو گرفته، مجموعه مربعات مربوط به باقی مانده یا همون SSE رو گرفته، SS توتال من رو هم اینجا واسه هم قرار داده، بعد میانگین مربعات رو گرفته، میانگین مربوط به رگرسیون رو گرفته، MSR MSE رو اینجا محاسبه کرده و این دوتا رو تقسیم کرده که F من به دست اومده و اینجا گفته F بحرانی من چی هست. اگر این F از این F بزرگتر باشه رابطه بین این دوتا معنادار هستش. پس من میبینم که الان این F به قدرت و از این مقدار بزرگتر هستش، پس 100% رابطه وجود داره، اما شاید مدل خطی نتونسته خوب این رابطه رو در واقع تحلیل بکنه و شاید هم به خاطر پراکندگی داده‌های من باشه نمونه‌گیری بهتری نیاز داشته باشم. خب بعدش اومده ضرایب در واقع رگرسیون رو واسه من محاسبه کرده. ضریب اول همون A من هست، اینو من خودم اضافه کردم. توی رگرسیون ما ضریب A و ضریب B داریم. ضریب A عدد ثابت من هست که میگه اگر این خط رو ادامه بدم کجا در واقع این محور ایگرگ من رو قطع میکنه. و این هم ضریب بی من هست که شیب خط رگرسیون من هستش. این مقادیر رو اینجا به دست آورده و اومده انحراف استانداردش رو در آورده، در واقع آماره تیش رو به دست آورده، مقدار پی ولیوش که مقدار خیلی کوچیک هست الان اینجا به دست آورده که چون خیلی کوچیکه اگر آزمون تی ولیوش رو انجام بدیم میتونیم بگیم که این فاصله ای که به دست آورده قابل قبول هستش. اینم فاصله در واقع A من هستش که میگه تو این فاصله این برآورده فاصله قرار میگیره و اینم فاصله واسه ضریب رگرسیون من هست، شیب رگرسیون من هست که میگه تو این فاصله قرار میگیره.
و در نهایت هم اومده مقادیر باقی مانده رو تک تک گذاشته، گفته به ازای هر مشاهده‌ای که داشتم، مثلا اینجا هر کدوم از اینا رو دونه دونه از اول رفته تا آخر اینا رو گرفته، مقداری که به دست آورده، پیش بینی کرده، وای حتی من مقداری که مدل رگرسیون برگردونه، مقداری که روی این خط قرار میگیره، منهای مقداری که اینجا وجود داره، یعنی در واقع مقداری که اینجا وجود داره منهای مقدار این مقدار پیش بینی شده، پس مقدار اصلی منهای مقدار پیش بینی شده شده مقدار باقی مانده، و اینجا باقی مانده ها رو به دست آورده و از طریق این تونسته نمودارش رو بکشه اینجا، و مقادیر باقی مانده رو گفتیم که بعد به صورت تصادفی پراکندگی داشته باشن و اینکه نزدیک صفر باشن تا بگیم که مدل خوبی از رگرسیون رو ایجاد کردیم. خب ممنونم از توجهی که داشتیم. ما از ابزار دیتا آنالیز استفاده کردیم که یک گزارش خیلی سریع و جامع رو برای رگرسیون تهیه کنیم. ممنون از شما، تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.